ما فکر میکنم امی ساحه چون در قسمت دوم شانه کوی بابا میشه. سلام خدمت کلگیشون برسه. سلام علیکم، خوب هستی؟ باشت کسایی که بیکاره دیگه. سلام سلام، خوب هستی؟ سلام. مؤسس از جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای علی ظفر نبوی هست و ما گشتیم پشت دروازه دولت، گشتیم، تغییرات و تحولاتی به وجود آمد، ما مایوس شدیم، دروازه رو بشار زدیم، دروازه کلانای امزی دولت امارت رو بشار زدیم و اما سر نخ به دست ما نیامد. جالبش در کجاست که سیاسن آقای نثار خان نمونه یک افغانستان کوچک است. گذری دل لب دریا قشنگه، برای دل بیسود میریا قشنگه، میبینم بیسوده از این رسانه، دیدن عاقل قوما قشنگه. تشکر از قومای خوب مو محمد زکی احمدی که شعر ولی از من روی کده بود گفت بخوان. خب دوستای عزیز سلام و درود خدمت همگی شما، انشالله هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لباس عافیت برتن داشته باشید. دوستای عزیز ما در ادامه سفر خو عمیق سیم آمدیم، فعلا در قریه توبگای سیاسنگ هستم تا یک گزارش امروز از قریه زیبای توبگای سیاسنگ برای شما داشته باشم. دوستای عزیز قسمی که میبینید ما فعلا در قسمت قرار داریم که یک مسجد جامع در ساحه توبگای سیاسنگ جور میشه. ما میریم گزارش از اهالی از ساحه، از مردم هم خود داشتیم چون در اینجا مردم حضور به هم رسانده، میریم میبینیم که این مسجد توسط چی کسایی جور میشه و چی کسایی همکاری کرده، با چی مبلغی و چگونه ایمار میشه، یا ای مربوط زمین قریه میشه، مربوط ساحه دیگه سیاسنگ میشه. و دوستای عزیز یک چی ما فکر میکنم امی ساحه چون در قسمت دوم شانه کوی بابا میشه، یعنی طرف شرقی کوی بابا، در قسمت پشتر از ما کوی بابا موقع داره، چون اصل کوی بابا بلندیش از امی ساحه، از امی توبگاه سیاسنگ با بالا او طرف شروع شده که طرف بامیان رفته، در امتداد بامیان موقع داره و یک فضای بسیار خوب با خود اعتبا کرده سیکو. و یک از گزینای خوبی در اینجا چی هست؟ مردم در سالهای آخر کلن ساحه را کچالو کشت کرده که فعلا کشت کچالو در ساحه یک حاصل بسیار خوب میده و ساحات هست که خصوصا در ساحه یک منطقه هست که داستانی سرما نمیزنه کچالو را و یعنی رشد کچالو نسبت به هر چی دیگه خوبتر و بهتر است. ای نیمه گزینه را مثبت میبینم که در قسمت رشد زراعت مردم، در قسمت رشد اقتصاد مردم بتونه که از امی کشت کچالو و از زراعت استفاده بکنه که آید خوب داشته باشه. بعد در قسمت پشت سر از مو منبری سابقه توبگاه سیاسنگ است که در قسمت طرف شاید اکثر دوستا آماده باشد و دیده باشد و خواستم این منبرم برای شما به تصویر بکشم. دیگه فکر کنم نیاز به این نیست ما در خود قریه و آقل بروم، در اینجا امی مردم همگی جمع است و کار جریان دارد و موریم صحبت های از اینا را می داشته باشیم که نا در رابطه با قریجات سیاسنگ، در رابطه با قریه چوبگاه سیاسنگ، خصوصا در رابطه با اقتصادشان و امار مسجد چی گفتنی داره، تا خیر از گزارش که از با باشین. Thank you.
سلام علیکم، خوب هستی؟ باشت کسایی که بیکاره دیگه. سلام سلام، خوب هستی؟ سلام سلام، خوبی؟ بخیر، سلامتی؟ خیرت داره؟ سلام سلام کوکو جان، خوبی؟ بخیر، سلام در کلگیشون برسه. خوب هستی؟ خوب هستی؟ بخیر، سلامتی؟ خوب هستی؟ امید که مزایم کارشون نشده باشم. دیگه کلگیشون خوبین؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما کسایی که ریش سفید هسته و همون تجربه ریش سفیدی خو قصای گرم از اینا رو تا سرگرم که دمی قصایی؟ قصایی بکشه. خواه ای قریه چوبگو هسته نه؟ چوبگو خو کوکو جان یک دفعه نام خره بده دوستا و بینندوی که مینگره یک دفعه نام خره بگویم. باشی همه قصه مشکل داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ای بنامه کی برای کی کدام تلویزیون همین فقط کسایی که میگره رسانه خودی بیسوده. خب رسانه بیسود کسته برای بیننده و شنونده تمام مردم متدین و مؤمن بیسود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. این جانب غلام سخی یعقوبی از صاحب بنام علمه علیا تشکیری ما است در حساب دفتر دولت. و اینجا این صاحب چند خریه است و این خریه پر جمعیتر خریه توبگاست. توبگا و چوخلگ و چوخورده و کوته بالا و بلنخلا و نهاباد کوته افغان بگ و کوته برخوردار اینا چند خریه متعدد در می جمله در می مسجدی جامعه ای از مردم هسته که امسال نو بنا کرده که به کمک و یاری تمام دوستان و مؤمنینی که در اینجا تشریف آوردن و سهیم شدن الحمدلله امیدوارم که سخف از به طور احسن پوشانده شود و شما هم که اینجا تشریف آوردین و صفا آوردین بسیار خوش آمدین. تشکر. خیر مقدم میگویم از آمدین شما. خب آقای قوی در رابطه بازی کرد از ما بگوی که این مسجد جامعه با چی هزینه جور میشه؟ چی کسای همکاری کرده؟ مثلا قومای خارج بوده، قومای داخل بوده؟ اگر قومای خارج ترخه بوده اونایی که مینگره از طریق رسانه مینگره اونا ترخه نیره باید که شما همکاری کنه؟ چی رقم چی کسای همکاری کرده؟ بسیار فرموده شما، بسیار جالب. حضرت عالی این مسجد که اول ما بسیار به تنگنای قرار داشتیم از دست حسینیه. حسینیه ما بسیار کوچک بود و فقط از ربع زی مردم در اونجا جمع شد و دیگرانش بیرون میماند. پس اینجا یک روز تصمیم گرفتیم با جمع مسفیدا و نخبه ها و علما هایی که از صاحب ما هسته اینا آمدن بین یک پیشنهاد بکنیم که همین مسجد از طریق دولت مو ندارستیم این دولت به یک قسم ما را تبسخر و مورد استهزا قرار میده. این مسجد کندکاری کردیم و این هزینه ازی به 75 میلیون کن و رسانه را باید او را عکس برداری کنید که خواهی خاک برداشته. این فقط 75 لگ روپیه 75 لگ روپیه 7.5 میلیون افغانی بودن هزینه ازی بازی دو دو بازی شدن در حساب دو بازی و در حساب ازی کارازی هایی به شرکت سپرده شد و اون دو متر یا چهار متر یا پنج متر یکی که آوردم شما میبینید که کلیش و بدره یکی دیگه اینا اونو خاک کاری کردن اسکاوتور آدن خاک کندن کاری کردن و اما گشتیم پشت دروازه دولت گشتیم تغییرات تحولاتی به وجود آمد ما معیوش شدیم دروازه رو بشار زدیم دروازه کلانای امزی دولت امارت رو بشار زدیم و اما سر نخ به دست ما نهیم. بعد از او که نمید اینجا تصمیم میگیتن دوستا نفرایی که مثلا نان خوردن خود را داشتن انشاءالله اینا رو لسگیری کردیم مثل یک چوخی واری. یک شوخی رو لسگیری کردیم هر کسی 200 خلطه و سیمید 200 خلطه سیمید 200 خلطه سیمید با حدود 1000 یا 1200 خلطه سیمید و تهیه کردن. بعد از او دیگه خیرین پیدا شدن از جمله امزی اقوام از مو امزی سایه سیاسنگ دیگه از جای بالا جایی تانوزه غیر سیاسنگ. اما دیگه ای تر کدام سرمایه دار کدام چیز دیسپیشی نکرده و حالی امید از خود خدا داریم که خانه خداست که کمکی بگونه که مثلا همین چی همین مسجد سقف پوشانده شوه و همین ورشی هایی زی در نظر گرفته شوه مثل که همین مدیر مکتب و یعنی از رئیس شورای اجتماعی مردم سیاسنگ اینا آمدن تب و تلاش کردن و کسی که خودشان اما لبک نگه کس بزرگ لبک گفتن هم یعنی خود لبک نگفته؟ نه خود ازی خیش همون کسای گشتن همون نفرهای
که سرمایه‌دار بودن به اصطلاح داشتن. ایران خارجی های کسای بیسوده این است چیز اولی بیسود، چیز دوی بیسود و چیزی که مثلا در ساحات که غیر از جلز و عمگی مردم متدین و مؤمنی که در اینجا انما یعمر مساجد الله خود شما میخواهید که اینجا خوب باید رئیس هم بگیرن. این اگر میکنی چیست این از باقیات صالحات برای خود مردم است. ما خوب با امید خدا یا خوب یا بد این مسجدی که بنیاد کردیم انشاءالله با کمک مردم که نشد همین غریب و غالب خو یک خلنگ انداز میکنیم. ما خو اندازیم باز داریم نه حیث خلنگ نشده فقط من هر کسی که بر رضایت تاوال دل بخوا بوده دل بخواه تا روز خلنگ نشده که باز نشد باز یک تصمیم میگیریم با امید خدا اینه به اکمال میرسانیم عجوکم الله تشکر. انشالله من توجه دوستا و خیرینی و دوستایی که بیرون از کشور هستن نظر داره یا صدقه داره سهم امام داره در این قسمت ها انشالله شما از دفاتر آیت الله نمیدونم در قسمت سهم امام اینا خط گرفتین نگرفتین نگه امکان داره سهم امام کشکین به اختصاص بیتین کم بود بزجه داشتین از دفاتر آیت الله خط بیارین نیرمانی کردین شما ما علمای ما رفتن خواه به نظر ما که از اونجا بلش خاک بال نکرده چطور مگر؟ خواه البته دیگه خواهی یک هست گرچه درست یک نفری گفت هر که مقلد هر مشهید باشد باید به دستورش دو عمل کنه بله بله این خونه میشه که مثلا دقنه آیت الله وایزاده نیست به سعی ما مثلا وجاهت اسلامی را برای مسجد جواز ننیسته داده خب ولی دیگه مشیده ها فکر نمیکنم که جواز بیته یا از نه میتونه انشالله نه خب رفتن دیگه که رفتن خب ما قبول نکردن این ناگهانه نمیگیم باید اول خوب مسجد اینال نه مسجد اینال مسجد خانه خداست معبدگاه تمام مؤمنین و مسلمین است و خصوصا در این بلاد بسیار پور از برودت و در زمستانشان پور از برف و صعب العبور این مردم که یک علاقه کردن برای خدا که از حتی از جان خودی زندگی که باید همین مردم باید همین مسجدشان بنیاد کردن اینا باید اعمار شود بله خدمت دفاتر آیت الله هم عرض کنم خب اینی ما فکر میکنم سهم امام در همچون جای ها مصرف شود این یک پیام بسیار خوب داره خب سهم امام ایساها چندین سال میشه خب سالهای متمادی میشه مردم که زندگی میکنه از اینجا خب کجا مره خب باید ده همچون مراکز خب در زمستان در اینجا مردم درس دینی در این مسجد میاموزه درسته؟ بله 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 محترم تو مهربانی گیریم ما یک حساب دیگه داریم که ما چون که غیرم زیرهیسیم از ما اگر کدوم جایی یک کمک اگر یک رای گنجشکک داشته باشد ما خونه بخارج داریم نه به دولت داریم نه به مؤسسات ارتباط نداریم ما فقط منتها یعنی کسی مردم فقط هم درس دینی و مذهبی خود را در اینجا فقط تدریس میکنه و ملا میاد از جایی کرایه براش میته نان میته زحمت میکشه یعنی اینجا فقط اولاد ما مسلمان بار بیایه فقط این حالی اگر از لحاظ از او آیا درست اگر ما میداشیم اونو مدیر مکتب ماست مدیر مکتب است که اگر ما می دانستیم که رقم دیس می داشتیم در جایی باید در زمستان که اما طولانی است زمستان ما این از میزان شروع می شینزی ما پد تا ما جوزا را عملم حمل سورم نمی شه که اینجی مکتب برگذاشه خب باید اینجی خیلین از طریق مثلا کمک های انسانی خود کمک های بشردوشتی خود و کمک های مثلا به جهت احیای دین باید کمک کنه که اینجا یک کرسی در این ساحه و محیط که مسجد افتتاح کردیم و یا مثلا احداث کردیم اگه افتتاح کنه معنای افتتاح به شکل جور شده جمع جور بگوید ما احداث کردیم ما در تحت اعمال است که تا این بخیر برسه که در اینجا باید منبر توبگا بسیار یک نفوس زیاد داره البته دود برای که هست که اما سه چهار فامیل و دو فامیل است در خانهشون با حدود 100 خانه میشه دقیقاً انشالله ما در قسمت میخواییم که از دوستا و از خیرین همکاری بکنه تا بیتونه اینا داینده چون اولادای از این ساحه کلن نمیتونه از زمستان دیگه جای بره اینا در این ساحه برالاوه که درسای دینی رو بیاموزه در پالوی از این باید درسای مکاتبش رویش کار شوه روی کورس کار شوه چون نفوذ داره روی بخشای کامپیوتر انگلیسی اینا مسائل هایی هست که فعلا خوب هر انسان نیاز داره و هر چی که ما میدینیم با تکنولوژی کارش با تکنولوژی
نروژی است، با انگلیسی است، باید اینو بیاموزه، یاد بگیره تو از دیگرها پس نمانه. در این قسمت توجه خیرین ما در قسمت میخوایم. خب آقای یعقوبی تشکر از صحبت های شیرین شما. تشکر از حضرت علی طلب دارم. تشکر. قربان باشین. خوش آمدین و صفا آورد. تشکر. موفق باشید. خب دوستای عزیز، رئیس شورای اجتماعی مردمی سیاسنگ، بله، مهدی عبادی در کنار از ما هست. صحبت های از اینا هم در رابطه با قریجات سیاسنگ و خصوصا ایمار همزی مسجد که ایچی گفتنی ها در این رابطه خود داشت، در ادامه صحبت های رش سفید و مردم صحبت های از نارم می داشته باشیم. آقای عبادی سلام، درود. بازم باز هم سلام، تشکر از رسانه زیبا و پربیننده بهسود میدیا. تشکر. قابل یادآوری است که در مسجدی که ما و شما فعلا در ساختمان از او قرار داریم و تعمیر زیر کار است، این مسجد مؤسس از این جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای علی ظفر نبوی است، یک از اساتید بسیار خوب و برجسته حوزه علمی خاتم النبیین، شخصیت عالم و توانا و سخنور و همچنان یک شخص بسیار صادق و پرتلاش که همیشه در فکر برنامه های خوب و دینی و جمعی اجتماعی مردم بوده و هست. اما این مسجد به نام خاتم الانبیا مسمی شده که تأسیسش اینمیم سال است و از بودجه خیرین، از بودجه مردمی، خصوصا از بودجه مردم شریف توبگا که در دور بر از این مسجد و از این عبادت خانه قرار دارن، از بودجه از اینا اعمار میشه. اما جالبش در کجاست که سیاسنگ آقای نثار خان نمونه یک افغانستان کوچک است. سیاسنگ 34 قریه داره، اما رقم که افغانستان 34 ولایت داره. افغانستان خوب جور آمدن. بله، سیاسنگ 34 قریه داره و ما با آقای علی ظفر نبوی تمام تلاش خود کردیم که از 34 قریه خیری نشه، بزرگایش، حاجی صاحبایش وادار به این کنیم که به این مسجد کمک کنه. حالا شما فرمودین در رابطه به سهم ما، البته عقاید و باورها و فتواهای مجتهدین محترم در رابطه به سهم ما مختلفه. بعضیاش میگه نصفش در مسجد مصرف شود، بعضیاش میگه ثلثش مصرف شود. اما ما و آقای علی ظفر نبوی، جناب استاد علی ظفر نبوی، در تلاش ازمی هستیم که به هر تعدادی که از سهم ما از هر مقلدی که جمع آوری میشه باید جمع شد و با این مسجد مصرف شد. تمام تلاش خود میکنیم و انشاءالله باز هم از خیرین، مؤمنین، مسلمانان سر تا سر جهان، تنها از بهسود نه، تنها از سیاسنگ نه، سر تا سر جهان خواهش میکنیم که این مسجد سقفش زیر برف نمانه و انشاءالله به پای اکمال برسه و همکاری و کمک شما مؤمنین خواهان است. تشکر. تشکر، زنده بشه، سلامت بشه آقای عبادی. خب دوستای عزیز، ما باز هم فعلا در می ساحه هستیم و کار این مسجد، مسجد ساحه توبگا جریان داره، قسمی که شما شاهد هستید و پشت سر میبینید. دوستا کارایش ادامه داره، ولی ما باز هم در ادامه توجه خیرین در این قسمت میخواییم که انشاءالله بتونه اینا هم بر علاوه ازی قسمی که مو آرمان و آرزویی که هر پدر بر یک اولاد خود داره، بر علاوه ازی که مسجد است، این میتونه یک مرکز خوبی علمی هم باشه، یک مرکز باشه که اینا بتونه اولاداش از اینجا رشد بکنه. انشاءالله توجه تمام خیرین ما در قسمت خواهان هستیم. بازم تشکر که تا ایندم بینیده بودید، منتظر بقیه برنامه ها باشید.
رسانه بهسود، رسانه مردم، از خود مردم، بلده مردم.